به نام خدا. سلام دوستان، محمد محسن خاشعی نشاط هستم از آکادمی سایت لرن. توی این دوره قصد داریم شما رو با آموزش تخصصی طراحی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی با وردپرس از صفر تا صد یا به قولی از سیر تا پیاز آشنا بکنیم و میخوایم به شما یاد بدیم که چجوری بتونید خیلی راحت فروشگاهی رو پیاده سازی بکنید بدون اینکه حتی یک خط کد بنویسید و اون فروشگاه رو با ارزشی بیش از 500 هزار تومان یا بیشتر عرضه بکنید به مشتریان خودتون و درآمد داشته باشید. اولین سوالی که براتون مطرح میشه این هستش که پیش نیازهای این دوره آموزشی چی هستش؟ خب آیا منم میتونم تو این دوره شرکت بکنم؟ اونو یاد بگیرم؟ باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که این دوره فاقد هر گونه پیش نیازی هستش. یعنی شما نیازی نیستش هیچ دانشی داشته باشید، یعنی اگر رشتتون هم کامپیوتر نباشه میتونید این دوره رو تهیه بکنید، ازش استفاده بکنید. خیلی از افراد هستن که به حساب رشته شیمی، معدن، رشته‌های برق، مکانیک، عمران هستن و میان این آموزش‌ها رو تهیه میکنن، به خصوص مثل این آموزش، و خیلی راحت یه مشتری وقتی میاد سراغشون و بهشون میگه من یه فروشگاه اینترنتی میخوام، با استفاده از این آموزش اون فروشگاه رو پیاده سازی میکنن بدون اینکه اصلا رفته باشن دانشگاه، اون درس رو خونده باشن یا نیاز داشته باشه کلی دوره تخصصی پول بدن و یاد بگیرن. پس میبینید چقدر این دوره مفید هستش. این آموزش ها که به شما داده میشه دوستان به صورت 0 تا 100 هستش و نیازی نیستش که شما برید مثلا فرض کنید با زبان های خاصی آشنا باشید، HTML بدونید، CSS بدونید، هیچ چیزی نیازی نیست که شما بلد باشید. حتی نیاز به برنامه نویسی هم نداره که شما بدون بگیم PHP باید بلد باشید، پایگاه داده بلد باشید، هیچی. خب به راحتی شما میتونید پس از اینکه این دوره رو ببینید برای خودتون فروشگاه رو برای عرضه محصولات دانلودی پیاده بکنید یا برای مشتریات. مثلا یک توضیح من در ابتدای کار بهتون بدم. کلا فروشگاه ها دو نوع وجود داره. فروشگاهی که محصولات دانلودی عرضه میکنه و فروشگاهی که محصولات غیر دانلودی عرضه میکنه. فروشگاهی که محصولات غیر دانلودی عرضه میکنه مثل دیجیکالاس، یعنی مثلا کیف، فرض کنید کفش، لوازم التحریر، کولر، خب اینا غیر دانلودیه. فروشگاهی هم داریم که میان لوازم دانلودی رو به حساب عرضه میکنن مثل فایل ها، فیلم و عکس و بقیه، که توی این دوره قرار هست به شما یاد بدیم چجوری فروشگاه محصولات دانلودی رو با وردپرس پیاده کنید. خب اما چرا این آموزش تولید شد؟ معمای تولید این آموزش چی بودش؟ افزونه ای به نام WP Shop وجود داشتش که به حساب WP همون وردپرس هستش که با هزینه 200 هزار تومان هم به فروش میرسید و تا کنون کامل ترین افزونه ای بود که برای راه اندازی فروشگاه با وردپرس از اون استفاده میکردیم ما. من خودم به شخصه و تیمم سایت های زیادی رو با استفاده از این افزونه پیاده سازی کردیم. اما مشکلی که این افزونه داشتش این بودش که برای هر سایتی که قرار بود راه اندازی بکنیم باید از اون شرکت علاوه بر این که 200 هزار تومان پول میدادیم و حق کپی رایت اون شرکت را رعایت میکردیم، باید یه دونه لایسنس جداگونه خرید میکردیم. یعنی برای هر سایتی باید 200 هزار تومان هزینه میکردیم تا این افزونه رو تهیه بکنیم و برای اون دامین اکتیو بشه. خب این مشکلی بودش که وجود داشتش و ما هم به اون احترام میذاشتیم. اما مشکل دیگه ای که وجود داشت، مشکلی که این اواخر این سیستم داشت این بود که واقعا پشتیبانیشون ضعیف شده بود و به خوبی پشتیبانی نمیکرد فروشگاه های ما رو. به خاطر همین هم ما مجبور شدیم از افزونه به نام EDD یا Easy Digital Download استفاده بکنیم که توی نتورک هم به حساب آموزش فارسی و جامعی برای اون نیستش و با افتخار باید خدمت شما دوستان عرض بکنم که برای اولین بار در ایران یه آموزش خیلی جامع با هزینه واقعا پایین برای این فروشگاه ساز براتون درست کردیم و مشکلای اون فروشگاه رو برطرف کردیم، ضمن این که افزونه محصولات پستی هم برای این فروشگاه و امکان افزودن فیلدهای اضافه از قبیل تلفن همراه و آدرس و بقیه رو برای این فروشگاه براتون به وجود آوردیم که در هیچ جای نت آموزشش وجود نداره و افزونه‌ای که براش نوشته شده فقط 50 هزار تومان هزینه این افزونه هستش که
به عنوان هدیه به شما دوستان همراه این فیلم داده خواهد شد. و نکته جالبم اینه که شما میتونید از این افزونه به صورت کاملا رایگان استفاده بکنید و نیازی نیست برای هر سایتی مجددا مثلا 200,000 تومان هزینه بکنید. این افزونه رایگان هستش و ما جزئیاتش رو کاملا برای اون شرح خواهیم داد. خب، اهداف این دوره ای آموزشی چی هستش دوستان؟ آموزش کامل فروشگاه ساز وردپرس هستش، آموزش کامل نصب وردپرس روی هاست هستش. پس گفتم نیازی نیست شما برید مثلا وردپرس رو بلد باشید، ما به شما یاد میدیم چجوری با وردپرس کار بکنید، چجوری نصب بکنید، چجوری فروشگاه ساز رو نصب بکنید. و نکته خیلی مهم که الان براتون سوال مطرح شده اینکه آیا این فروشگاه به بانک هم وصل میشه یا فقط خرید پستیه؟ بله، باید بدون بگم این به بانک وصل میشه و ما به شما امکان اتصال به درگاه پیلاین، زرینفال و همچنین بانک های دولتی چون بانک ملت رو آموزش میدیم. سایر بانک ها مثل پاسارگاد، صادرات، تجارت و بقیه هم به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین آموزش فروش محصولات به صورت پستی و دریافت لینک دانلود هم به شما داده میشه که در هیچ جای وب به صورت پستی وجود نداره. کاری هم که ما میکنیم برای شما دوستان اینه که هماهنگی این فروشگاه ساز رو با انواع قالب های وردپرس بهتون یاد میدیم تا مشکل نداشته باشید برای مشتریات. سرفصل های این دوره آموزشی هم میتونید ببینید دوستان، بالغ بر 170 تا سرفصل ما در نظر گرفتیم برای این دوره آموزشی که شما میتونید اونها رو مشاهده بکنید. من اگر بخوام تمامش رو براتون بخونم چیزی حدود نیم ساعت طول میکشه. فقط این نکته رو یادآوری میکنم که تمامی نکات براتون توضیح داده شده، از قبیل تنظیم کردن برگه ها، تنظیم کردن استان دون، واحد پول رو به حساب فارسی بکنید. خب همونطور که میدونید افزونه انگلیسی هستش و افزونه فارسی در اختیار شما قرار میگیره و تمام نکاتش براتون توضیح داده میشه. نحوه اتصال به انواع درگاه ها مثل بانک ملت، صادرات و درگاه های واسط، چون ممکنه خب خیلی یادون از درگاه واسط استفاده بکنید برای کسب و کار، زرینفال، پیلاین، جهان پی، پارسپال و بقیه رو براتون توضیح خواهیم داد. نحوه ارسال ایمیل برای مشتری ها، درج لوگو درون این ایمیل ها براتون توضیح داده خواهد شد. و همچنین من فقط دارم به حساب سرتیتر بعضی از این موارد رو براتون میخونم. نحوه افزودن مالیات به فروشگاه، استایل دادن به فروشگاه، استفاده کردن از HTTPS برای افزایش امنیت و نحوه استفاده کردن از AJAX برای فروشگاه به چه صورت خواهد بود، اینکه کاربرادون وقتی میخوان چیزی بخرن توی سایت باید ثبت نام کرده باشن یا نه برادون توضیح داده خواهد شد، اینکه کاربرا هر کدوم لینک هایی دانلود براشون تا چه مدت فعال باشه، اینکه لینک دانلود شما رو بتونن ببینن یا اینکه به حساب لینک های دانلود شما مخفی باشه از دست کاربرها براتون توضیح داده خواهد شد. و این مواردی هستش که خب خیلی جواب وجود نداره و تمامش براتون توضیح داده خواهد شد. نحوه قیمت گذاری متغیر به چه صورت خواهد بود و آموزش کامل به حساب هماهنگ سازی و فارسی کردن این فروشگاه ساز رو بهتون یاد میدیم، چون گفتم فروشگاه ساز انگلیسی، ما به شما یاد میدیم چجوری فارسیش بکنید. و به بانک پیلاین وصل خواهیم شد و قشنگ بانک به حساب پیلاین رو براتون شرح خواهیم داد، نحوه ایجاد کردن اکانت، نحوه اتصال اکانت بانک پیلاین به فروشگاه ساز رو هم براتون توضیح میدیم، به اضافه این که بانک ملت رو هم به صورت کامل براتون توضیح داده خواهد شد. و همچنین قرار دادن نام برای پرداختهای متغیر مثل مبلغ پرداخت، ارسال محصول و تمام مواردی که به ذهنتون برسه درون این سرفصل‌ها گذاشته شده. که خب من بیش از این نمیخوام زمان این فیلم آموزشی رو طولانی بکنم و به همینجا بسنده میکنم که مطمئن باشی این 170 سرفصلی که در نظر گرفتیم فوق‌العاده جامع هستش و هیچ جا نمیتونید شبیه اون رو پیدا بکنید. خب من از این سرفصل‌ها رد میشم. تمام مواردی که مد نظرتون باشه وجود داره، مثل اینکه کد تخفیف بخواید در نظر بگیرید برای فروشگاه به شما یاد داده میشه، لیست مشتریاتون رو ببینید، خروجی بگیرید، ببینید چقدر فروش داشتید، چقدر مثلا سود داشتید، چقدر ضرر داشتید. همه این مواردی که مد نظرتون هستش
که برای یک فروشگاه وجود داره به شما یاد داده خواهد شد. این در واقع شما میتونید یک فروشگاه جامع بنویسید، عین فروشگاه حساب دیجیکالا. خب چند تا سوال تو ذهن شما دوستان عزیز هست، میخوایم به اونا پاسخ بدیم. این دوره دارای پشتیبانی هم هستش. خب شما اومدید و هزینه کردید و این دوره رو تهیه کردید و حالا به یه مشکلی برخوردید، مثلا میخواید برای مشتریتون سایتی پیاده سازی بکنید، یه فروشگاه بسازید. خب پشتیبانی داره؟ بله دوستان. بعد خدمتتون عرض بکنم دوستان، تمام محصولاتی که توسط وبسایت سایتلن عرضه میشه دارای پشتیبانی هستش و حالا از طریق تلفن، از طریق چت یا ایمیل میتونید از این پشتیبانی شما دوستان بهره مند بشید. سوال دیگه اینه که هزینه این دوره چگونه مشخص شده؟ دوستان توجه بکنید، برای آموزش‌های مختلفی که در این زمینه طراحی فروشگاه اینترنتی حالا با وردپرس درون اینترنت وجود داره، آموزش‌ها قیمت‌های مختلفی هستش. بعضی‌ها به حساب به صورت رایگانه، فقط اومده یک مقدار محدود از این افزونه به حساب EDD رو براتون توضیح داده شده. بعضی از این آموزش‌ها هستش که اومده مثلا با قیمت 10 تومن یا 5 تومن عرضه شده، به صورت یه فیلم کوتاه هستش، یه سری توضیحاتی براتون بیان کرده. اون آموزشه به صورت جامع نیستش، من خودم آموزشو تهیه کردم که الان دارم خدمتتون عرض میکنم و نیومده برای شما نکات کلیدی رو عرضه بکنه. وقتی فردا مشتریتون از شما یه چیزی رو بخواد و شما نتونید اون رو پیاده بکنید، مجبور هستید دوباره هزینه بکنید یا اون مشتری از دست بدید. به خاطر همین هم این فیلم آموزشی به اون صورت نیستش که نکات رو براتون بیان نکنیم، تمام نکاتی که وجود داره رو براتون بیان میکنیم و در واقع اون کوته کوزه‌گری رو به شما یاد میدیم. ضمن این که بعضی از آموزشان درون اینترنت هستش، مثلا 13-14 جلسه آموزش هستش و فقط توی این آموزش اومده با هزینه‌های بالایی هم، مثلا فرض کنید تا 100 هزار تومان عرضه شده این آموزش برای این به حساب افزونه و فقط مثلا 5-6 جلسه اختصاص داده شده به نحوه نصب کردن وردپرس و سایر موارد. و برای اینکه دوستان توجه داشته باشید، ما هدفمون فقط جلب رضایت شما دوستان هستش، بس نداریم مدت زمان این آموزش رو بالا ببریم و مثلا به شما بگیم که این آموزش 40 و 50 جلسه مثلا طول کشید، مدت زمانش فرض کنید بیش از 30 ساعت این آموزش طول میکشه و از اون طرف هم پول بالایی از شما دریافت بکنیم. نه، ما هرگز همچین کاری رو نمی کنیم، چون برای شما ارزش قائل هستیم و این آموزش به صورت کامل و جامع خواهد بود. ضمن این که به صورت مختصر، یعنی این که من کشش نمیدم موقع حرف زدن، شما رو به بیراهه نمی کشونم و الکی نمیخوام مدت زمان فیلم رو به حساب فرض کنید اگه کلن بشه 10 ساعت، من به شما بگم 20 ساعت و 30 ساعت طول بدم تا از اون طرف پول بیشتری از شما دریافت بکنم. نه، هرگز همچین کاری رو نمی کنم و علتش هم اینه که شما مخاطب اون سایتلرن رو واقعا دوست دارم و برای اون ارزش قائل هستم. و اینم توجه بکنید، شما مثلا وقتی این آموزش رو با هزینه مثلا فرض کنید کمتر از 50,000 تومان تهیه بکنید، خیلی راحت میتونید یه مشتری به حساب برای فروشگاه داشته باشید 500 تومان از اون بگیرید. پس شما هزینه بیش از 10 برابر اون بدون برمیگرده. ضمن این که همراه این آموزش به حساب افزونه پرداخت خرید محصولات به صورت پستی هم که برای اولین بار تو ایران نوشته شده به شما داده میشه تا شما بتونید از اون استفاده بکنید و به عنوان یک هدیه هستش. در واقع آموزش برای شما یه چیزی در میاد به صورت رایگان و هیچ پولی شما براش داده به حساب ندادید و ما دوست داریم تا شما رشد بکنید هر روز. دوستان سوال آخر که در ابتدا مطرح کردم، این فیلمو ببینید میتونید فروشگاه دیجیکالا رو درست بکنید؟ باید خدمتتون عرض بکنم نه. علتش هم گفتم، فروشگاه دیجیکالا به حساب فروشگاه غیر دانلودیه، محصولاتش غیر قابل دانلوده. فروشگاهی که ما داریم به شما یاد میدیم یه فروشگاه است برای عرضه محصولات دانلودی، فیلم، عکس، آهنگ، فایلاتون رو بفروشید. برای این کارا مناسب هستش. اگر تو اینترنت جایی دیدید که به شما گفتن فروشگاه EDD، یعنی ایزی دیجیتال دانلود، که از اسمش هم مشخصه دیگه، ایزی دیجیتال دانلود یعنی چی؟ یعنی اون محصولاتی که به صورت دانلود دیجیتال وجود داره براشون، به شما گفتش این فروشگاه رو میتونید استفاده بکنید برای محصولات به حساب غیر دانلودی، بدونید داره دروغ میگه و هر آموزشی بهتون عرضه کردش رو تعیین نکنید، چون واقعا این افزونه کارش اون نیست. شاید بتونید تغییر کاربری بدید و از اون جهت ازش استفاده، ولی باور کنید ضرر میکنید. افزونه دیگه ای هستش برای وردپرس که
از اون برای ایجاد کردن محصولات غیر قابل دانلود استفاده میکنن که اگر دوستان تقاضا داشته باشن آموزش جامعه اون رو هم برای اون پیاده سازی خواهیم کرد. خب بیش از این صحبت نمی کنم و به سراغ جلسه دوم آموزش خواهیم رفت و نحوه نصب کردن وردپرس و پیاده سازی این فروشگاه رو به شما یاد خواهیم داد. تا انتهای آموزش همراه ما باشید و به سایت سایدلرن حتما سر بزنید. موفق و پیروز باشید.